از ادب و احترام دارم به شما میران ارجمندم. 68 روز پیاپی و بیوقفه مقاومت در برابر یک حکومت جنی بیره بربر. این حکومت، این نظام با بربریت وصلت کرد، این اثبات شد. آخرین سخنان آقای خامنه ای ما رو متوجه کرد که او داره تعداد فشنگایی که براش مونده بیشتر از 2-3 فشنگ نیست، و این بابت همین سخنرانی و خب راندن به شدت عمل بیشتر و همینطور تحقیر کردن مردمانی که توی خیابون هستن، یعنی هموطنان ما، یعنی اغلب شخصیت‌های دانشگاهی یا شخصیت‌هایی که به هر حال طالب آزادی هستن، دنیای امروز بهشون نه تنها سمپاتی داره که بهشون مهر و عشق عجیب پیدا کرده. همین چند روز پیش در کانادا دختر بچه به دنیا آمده، یه خانواده کانادایی اسم دختر رو گذاشتن مهسا. نشون دهنده اینه که واقعا این جنبش تبدیل شده جنبش گلوبال، و این ابراز حمایت هایی هم که میشه برش یه نوع بار عاطفی عجیب وجود داره. یعنی نه تنها سمپاتی دارن به این انقلاب افکار عمومی در دنیا، بلکه نسبت بهش یه نوع احساس نزدیکی میکنن و اون رو از آن خودشون میدونن، بجه زنهای ما، بجه زنهای دنیا. به هر حال آقای خامنه ای از بابت سیاست هایی که داره اعمال میکنه قاعدتا از این های سنگینی هم باید بپردازی که داره میپردازی، یک دو فشنگ هم بیشتر در خشاب نداره و تعداد گزینه هایی که دیگه روی میزن خیلی کم هنده که بکنید. بعد از این حکمی که داده که شدت عمل به خرج بدید، اگر شدت عمل به خرج دادن نتیجه نداد و مردم کماکان و بیوقفه به جنبشون ادامه دارن، وقت چی میشه؟ وقتی چون قراره که چه تصمیمی دیگری بگیره؟ به هر حال اون چی که آشکاره، من آخر سخنان آقای هالدن وانگ توماس هالدن وانگ، ایشون رئیس شورای نگهبان قانون اساسی آلمانه، اعلام کرده که گماشتگان امنیتی جمهوری اسلامی در اروپا هستن و سعی میکنن که به شکلی نفوذ بکنن در بین ایرانیان معترض، یا سعی میکنن اینکه این لیدرها یا شخصیت‌های مؤثر در این جنبش‌ها رو شناسایی بکنن. هر حال همه اطلاعات حاکی از فعالیت‌های جمهوری اسلامی به قصد انجام عملیات تروریستی است. حالا یا اینا جنگ منطقه‌ای میخوان به راه بندازن و به موازات سرکوب داخلی رو افزایش بدن، جنگ با عربستان سعودی، پیش از این حمله به اربیل، بعد تحریکات نظامی علیه جمهوری آذربایجان و این سیاست کماکان ادامه پیدا کرده. هدفشون هم این که با ایجاد یک درگیری خارجی بتونن سرکوب در داخل رو تسهیل بکنن. با چی هستیم؟ برنامه که رضا کیان عزیز اون رو هدایت میکنه، آقای عرفان قانعی‌فر، کارشناس مطالعات امنیتی. آقای عرفان خوش آمدید. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند و ملت غیور ایران در هر کجا که صدا و تصویر ما رو دارید. ممنونم از حضور شما. به من بفرمایید که از دید شما الان این جنبش در چه فازی قرار گرفته؟ جنبش ما در ایران، عرض کنم که این راه سنگلاخ و پر از نشیب و فراز رو نسل جوان ایرانی با تکیه بر اراده تغییر و ناسیونالیسم ایرانی داره حرکت میکنه، بر اساس وطن پرستی، بر اساس میهن دوستی. خب بالاخره ما لیبی رو داریم 8 ماه طول کشید، مصر رو داریم 7 ماه، اوکراین رو داریم 3 ماه و مثال های متفاوت دیگه. در هر انقلابی، چه خشونت آمیز چه غیر خشونت آمیز، اهمیت سرعت رخدادها خیلی چیز جذابی نیست، بلکه در واقع میزان فراگیر بودن،
میزان گستردگی و میزان نارضایتی قابل اهمیت هست که خوشبختانه همه اینها در یک بررسی آکادمیک هم میشه گفت در ایران حرف اول رو داره میزنه و نسلی تصمیم گرفته که به این زندگی تحقیرآمیز در زیر استبداد نعلین و عمامه پایان بده. و چماقداران پاسدار انقلاب هم یا به عبارتی بیزداران دین تر تلاشند برای حفظ دستگاه خلافت اسلامی و مثل هند جگرخوار در پی شکار نسل جوان هستند. اما نسل جوان واقعا تنها چیزی که داره یک جان شیرین هست که در طبق اخلاص برای آزادی وطنش داره اون رو تقدیم میکنه و این قابل ستایش هست. در تاریخ ایران هم ما ابو مسلم، سنباد، استاسیز، بابک خرمدین، افشین، مازیار و اینها رو داشتیم که در اسطوره های ما نامهاشون بارها و بارها اومده، ولی واقعا در این دو ماه و اندی هزاران نفر از این اسطوره های تاریخی در واقع به جنگ با خلافت اسلامی ولایت فقیه که منفورترین و پلیدترین و خونخوارترین حکومت الله بر زمین بود برخواستن، اونم با دست خالی. و این بسیار قابل احترام هست و نشان داد که این خلافت اسلامی صرفا در جهت ثروت و قدرت حرکت میکنه و آخرالامر هم مثل بقیه امیرالمؤمنین های جعلی تاریخ خلافت اسلامی های دیگه میشه گفت مرگ بی افتخار خواهند داشت. و این بسیار حائز اهمیته و کارنامه ملاها در این 43 سال اساره همین 1400 سال خرافات و موهوماتی بود که ملا از بالای منبر برای مردم موعظه میکرد. ولی این نسل جدید به این نتیجه رسید که همونطور که اروپا راه پیشرفت خودش رو به عقب روندن کلیسا در واقع شروع کرد، جوان ایرانی هم با نابودی اختاپوس مذهبی در ایران سعی در تولد دوباره داره و این بسیار قابل ارزش و قابل احترام. آقای قانفرد عزیز، جمهوری اسلامی در همین چند روز اخیر چندین نوبت تلاش کرده که در با ایجاد درگیری، جمهوری آذربایجان بوده، عربستان بوده، حمله بود، حمله موشکی و پهپادی بوده و اربیل، میخواد یک حادثه خارجی بیافرینه به موازاتش سرکوب در ایران رو شدت ببخشه. بفرمایید. عرض کنم که فراموش نکنید که اختاپوس مذهبی در ایران دو تا سکه داره، یکی سکش اصلاح طلبان یا چپ اسلامی هست و دیگری اصولگرایان. هر دوتا خواهان حفظ قدرت و ثروت و حفظ ساختار ولایت فقیه هست. سعودی ها دنبال اصلاح طلبان هستن، باند مخوف رفسنجانی، باند مخوف منتظری، باند مخوف خاتمی، باند مخوف موسوی و کروبی، اینها در واقع با عربستان زد و بند داشته دارند و تا زمان تغییر رژیم دستشون با حضرات در یک کاسه است و مردم خودشون با اراده خودشون باید اراده داشته باشن و این قضیه رو تمام بکنن و اول تغییر رژیم و دوران انتقالی و بعد رای گیری برای شکل حکومت مثل بقیه جاهای متمدن جهان. ولی چیزی که اینجا بسیار حائز اهمیت است و وضع رو پیچیده‌تر می‌کنه اون همینه که ساختار حکومت ملا یک ترک حسابی برداشته، کار به فش و خار مدر کشیده شده در مدارس ابتدایی تا پیرمردهایی که 80 سال و غیره دارن و این وضع پیچیده جهان رو به تردید واداشته که در برابر انقلاب ایران چه واکنشی نشون بدن و هیچ بعید نیست که اصلاح طلبان در پی ساخت و پاخت بده و بستان و بند و بست باشن، مثلا برای حفظ حذف رئیسی و به دست گرفتن قدرت و ثروت. ولی آنچه که مردم جهان شاهد هستن در واقع برای تغییر رژیم هست، چه کشورهای منطقه همراه مردم ایران باشن چه نباشن، این مردم کار خودشون خواهند کرد و اون موقع در واقع میشه گفت روابط بین الملل تعریف دیگه ای خواهد داشت. و در اینجا هم چه اروپا چه امریکا فعلا با تعلل با انقلاب ایران روبرو میشن و منتظر نشان دادن اراده مردم ایران هستن که من تصور میکنم آخرالامر تسلیم اراده مردم ایران خواهند شد. آقای عارفان، همیشه مدت پیش وقتی موسوی فرد رو از هامبورگ اخراج کردن، آیت اللهی که معاون مرکز اسلامی هامبورگ بود، یک گزارش آمد که او
در واقع سلول های حزب الله رو، حزب الله لبنان رو که خب فعالیتاش در آلمان ممنوعه، یعنی یک حزب ممنوع به شمار میاد و تحریمه و در ضمن در ردی گروه های تروریستی است. خب این سلول هایی که پیش از این در اونجا حضور داشتند، اینا در واقع ارتباط خودشون رو با دستگاه مرکزی و با همدیگه از دست داده بودن، سعی میکردن که با هم ارتباط برقرار نکنن که شناخته نشن. بعدا معلوم شد که از طریق این مرکز و این شخص، شخص این آخوند راندخاری که او رو از آلمان اخراج کردن، این سلول ها با هم ارتباط برقرار کردن. او در واقع وظیفه داشت که این عناصر وابسته به حزب الله لبنان رو که حالا بی سرپرست شده بودن در آلمان و سعی میکردن که با هم ارتباط نداشته باشن برای که شناخته نشن، اینا رو زیر پوشش بگیره و مورد حمایت پشتیبانی قرار بده برای روسهای مبادا. دیدم در یه گفتگوی داشتید با تلویزیون ملی اسرائیل روی موضوع اشاره کردید که در واقع سلول های خفته جمهوری اسلامی، سلول های تروریستی دوباره بیدار شدن. بفرمایید. عرض کنم در این هنگامه انقلاب در داخل ایران که مردم به دنبال تغییر هستن، کابینه رئیسی حکومت خونتاست، یعنی حکومت نظامی ها و چکم پوش ها. بنابراین در شرایط فعلی خب طبعا ناامنی در فضای دیپلماتیک پدید اومده و اینجا خب ایران بلوف میزنه، کار با سعودی نمیتونه انجام بده، کار با اسرائیل نمیتونه انجام بده، قدرت نظامیش رو نداره. تنها چیزی که هست حفظ شبکه فراملیتی تروریستی هست. آلمان یکی از مراکز مهم جاسوسی جمهوری اسلامی ملایان هست و بنابراین اروپا به این نتیجه رسید که این سلول های خفته رو باید هرچه سریع تر کشف بکنه و خونسا بکنه. در داخل امریکای لاتین هم سلول های تروریستی جمهوری اسلامی اکتیو و فعال هستند. حتی در داخل امریکا و کانادا تحت لوای شبکه های مذهبی، شبکه های خیریه و حتی بعضا زبانم لال اندیشکده یا مثلا لابی ها، اینها در واقع کارشون شب و روز تبلیغ کردن برای به اصطلاح جمهوری اسلامی هست و چه بسیار از چهره های اصلاح طلب هم در داخل خاک امریکا این فعالیت را انجام میدن. بنابراین نهادهای اطلاعاتی امنیتی چه اسرائیل، چه اروپا و چه امریکا این رو مونیتور یا بررسی کردن و سعی میکنن این کارت بازی رو هم از دست جمهوری اسلامی خارج بکنن، چون جمهوری اسلامی یک بازیگر عقلانی که نیست، یک کشور حامی تروریستی است و یک گروهی بر اساس فرقه خمینیسم حرکت میکنه و علاوه بر شارلاتانیسم اینها به دنبال تروریسم هم هستن و بنابراین طبیعی است که نهادهای اطلاعاتی امنیتی این مسئله رو بررسی بکنن. و من در اون نوشته و بعدا در اون مصاحبه اظهار کردم که حلقه تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی فعال هست و بهترین گزینه فعال کردن مکانیزم ماشه هست برای کنترل کردن ملایان وحشی و من فکر میکنم که این اتفاق هم آخرالامر خواهد افتاد. خب این واکنش هایی که برخی از کشورها داشتن، مثل ترکیه، خود اروپا، آلمان ها به ویژه و در ایالات متحده آمریکا نشون میده که این هزار توی سیستم امنیتی جمهوری اسلامی در بیرون که اشاره کردید به عناصر متعددی باش همکاری دارن یا در واقع سعی میکنن که براش بسترسازی بکنن، اینا همه شناسایی شده. یعنی این دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در کشورهای غربی اشراف کامل پیدا کردن، تک تک اینا رو میشناسن، با شمار زیادی از اونها ارتباط، شمار زیادی از اونها رو توانستن به سود خودش رو وارد عمل بکنن و این کار جمهوری اسلامی تو حد زیادی زار کرده دیگه. یعنی عملا جمهوری اسلامی الان فشله برای انجام عملیاتی که از دیرباز روش رو سرمایه گذاری کرده بود. ببینید، عرض کنم که لیبی هم همین کارو میکرد، صدام حسین هم همین کارو میکرد، یک گروه فداییان داشتن، ولی در موقع این ره به جایی نمیبره. وقتی هسته اصلی فتنه‌گری، یعنی دستگاه اختاپوس مذهبی یا به عبارتی دستگاه ملایان فلج بشه
و ترک برداشته الان و به دست جوانان ایرانی فلج بشه و تغییر رژیم صورت بگیره، به صورت اتوماتیک ساختار سیاسی خاورمیانه تغییر پیدا خواهد کرد. مردم رنگ آسایش و آرامش رو بار دیگه پیدا خواهند کرد. دیگه این گروه های تروریستی وحشی که در واقع توسط سپاه پاسداران اسماعیل قاعانی و غیره تحریک میشن، یا مثلا تروریستی که مثل باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح کشور، این دیگه از بین میره. و وقتی که از بین رفت، ایران دیگه‌ای در عرصه روابط بین الملل حضور پیدا خواهد کرد و در واقع دست باز و آغوش باز برای روابط دیگر کشورهای جهان هم پدید خواهد آمد. بنابراین ایران با تکیه بر تروریسم یا بر پهباد یا موشک یا در واقع این نوع عملیات ایزایی راه به جایی نخواهد برد و این شبکه تروریستی هم با فروپاشی ملایان به طور کامل از بین خواهد رفت. آقای غریفن، نگاه امنیتی آمریکایی ها تغییر پیدا کرد یا کماکان همونی که بود؟ دفعه پیش هم در همین برنامه من خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کردم که فعلا قصد دخالت ندارند. چرا؟ چون اگر مثلا رئیس فلان نهاد امنیتی با یکی از رهبران مقبول نسل جوان ایران دیدار بکنه یا بیاد به طور آشکار بیانیه صادر بکنه، فوراً رژیم جمهوری اسلامی تبلیغات خودش رو شروع خواهد کرد با عوامل انصاری که در رسانه‌ها و مافیای رسانه‌های وابسته به اصلاح طلبان در خارج از کشور داره، شروع می‌کنند به بدنام کردن جنبش انقلابی ایران. بنابراین این فعلاً نظاره‌گری بسیار کار ارزشمندی هست، گرچه توقع حمایت جذب حمایت خارجی هم دستبوسی اجنبی هم برازنده شخصیت جوان ایرانی نیست. منتهای مطلب خودشون این تغییر رو که انجام میدن مطمئن باشن که جهان هم میاد و هم آوا با نابودی دستگاه ملایان در واقع میشه گفت نسل جوان ایران رو تشویق خواهد. آخری سخنرانی خامنه‌ای که من گوش دادم متوجه شدم که خب حرفای اون پر از تناقضه و یکی این که سخت ترسیده، یعنی سخنرانی دقیقا نشون میده که چقدر وحشت زده شده، همین دشنام هایی که میده به مردم نشانه وحشتشه، ولی در این حال میخواد خودشو خیلی مقتدر نشون بده، خودشو عزلانی نشون بده. آقای خامنه‌ای هیچ اراده‌ای نداره برای اینکه هر کار خرابی رو اصلاح بکنه. مملکت غرق در ویرانی است و غرق در فساد و تباهی است و همه میگن دیگه، حتی اطرافیان خود خامنه‌ای یا بسیاری از استادان دانشگاه صاحب نظرها در همین روزنامه‌های زیر سانسور هم جیغشون به آسمان رفته و دائما هم شخص خامنه‌ای رو نشانه میگیرن و نهیب میزنن که اون چی در خیابون ها داره میگذره نه اختشاشه و نه زیاده خواهیست. اینا کسانی هم که مطالباتشون انبار شده تیگه دعیه ها و بعد یه نسلیست که بگه نه چیزی داره ببازه نه از چیزی میترسه. بعد یعنی آقای خامنه‌ای در این که شخصیت فاقد اراده ولی خودشو میخواد باز خیلی صاحب یک اراده قوی و نیرومند و آدمی که حاضر نیست در برابر این مطالبات عقب نشینی بکنه، مرغ یه پا داره و ایشون هم هرگز حاضر نیست از مواضع خودش عقب نشینی بکنه یا مواضع خودش رو تغییر بده. میخوام از شما بپرسم با توجه به این که دیگه تقریبا گزینه زیادی روی میز خامنه ای نیست، احتمالا هم توی که گفتم احتمالا یه دو فشنگ دیگه توی این خشاب هست، بعد چه خواهد شد؟ او چه تصمیمی در نهایت بگیره وقتی برسه به اون نقطه ای که دیگه هیچ گزینه ای روی میز نباشه؟ متاسفانه این یکی از در واقع شانس بد جامعه ایران بود که یک ملای پیر فرتوت زبان نفهم کل شق و در واقع بی سواد در امور بین الملل جهانی، حالا شاید مثلا یه درس حوزه خونده یا نمیدونم چهار تا کتاب در مورد ادبیات خونده یا هرچی که اون دیگه سواد بین المللی نیست، یک انسان حقیر، یک انسان خار،
که سرنوشتش مثل بقیه امیرالمومنین های جعلی خلافت های اسلامی دیگه است، مثل خلافای عباسی، اموی، نمیدونم اندلس، مثل هیچ کدومشون بهتر از هم دیگه نیستن. این هم یکی از هموناست. و ایشون این مولای نعلین به پای زبان نفهم که در اوهام خودش رهبر مسلمین جهان هست، یک تقدس جعلی مثل نازی های آلمان برای خودش تصور میکنه و این فکر میکنه که این هلال شیعی رو که درست کرد به کمک تروریسم میتونه مثلا جهان شیعه رو پدید بیاره و نمیدونم جهان سنی رو از بین ببره. کسی است که تمام زندگیش در حسینیه و زینبیه و عزاداری و غیر گذشته. خب یک آدم کچ فکره، یک آدم بی فکره که عقل سلیم نداره، چون اگه عقل سلیم داشت اینقدر دنبال خرافات و موهومات نبود. هنوز دنبال اینه که مثلا حضرت رقیه نمیدونم کی فیاد فلان کار رو انجام بده، نمیدونم امام فلانی با امام فلانی بیاد و کشوری رو ساخته که در واقع این کشور در منجلاب خرافات و موهومات داره دست و پا میزنه. 11800 امامزاده جعلی در ایران در واقع مغز مردم رو به فکر گرفتن، وقت مردم رو از به بطالت گذروندن. و همچی آدم کچ فکری، همچی آدم بد فکری منتظر چی هست؟ اتحاد، اتحاد با کی؟ با شیطان. و ایشون چندین دهه است برای کرسی نشسته، میگه من با خدا رابطه دارم. و اگر ایشون با این مختصات و توضیحات در واقع نماینده خداست یا نماینده امام زمان جعلی هست، ببینید اونها باید چه جنایتکارایی باشند. این چیزیست که در یک کشور جهان سومی اتفاق رخ میده و اگر نه کشور متمدن پیشرفته‌ای مثل جهان غرب اگر بود، قطعا ایشون یک ماه هم نمیتونست با اون بلاهت و سفاهت بیاد و ولی به جای ولی فقیه بهش سفیه وقیه میگفتن. ولی متاسفانه این از کمشانسی مردم ایران هست که من تصور میکنم مردم ایران در واقع گرچه حرکت و جنبش فعلی مرکزیت رهبری نداره، گرچه حزب درست حسابی نداریم، گرچه در واقع یک سری رهبرهای من درآوردی مثل قارچ در اومدن یه شبه و یک سری میان حتی بدون هیچ اراده‌ای برای تغییر رژیم قمپوز در میکنن به اسم اپوزیسیون، اینها بماند، ولی آن اراده نسل جوان فعلی که اراده تغییر بر اراده سرکوب حاکم هم در واقع داره پیشی میگیره، تمام معادلات سیاسی رو در ایران به هم ریخته. بنابراین من تصور میکنم ایشون هم آخرالامر باید به زباله‌دان تاریخ بره، جایی که به همونجا تعلق داره. این حکومت از قبرستان شروع کرد، آخرش هم به قبرستان منتهی خواهد شد و این 43 سال ننگترین و پرمحنت و نکبتترین دوران تاریخ ایران خواهد بود که حتی مغول، حمله عرب، تاتار، ترکان غزنوی و غیره، این بلا و بدبختی که ملای شیعه سر مردم آورد دیگه در نمیاره. و ملایان در واقع میشه گفت مانند نازی های آلمان باید توسط حکومت آینده ممنوع بشن، هم لباسشون، هم تبلیغ ایدئولوژیشون، هم کتابشون. حالا بعضیا به شوخی میگن همه رو بریزیم تو دریا، نمیدونم همه رو از چنارای درخت خیابون ولیعصر آویزون بکنیم و فلان اینا، اون شوخی به کنار، ولی در بیان واقعیت من تصور میکنم که همین ملاها رو باید فرستاد کار، اون لباس منحوس رو از تنشون به در بیارن و بعد برن جوشکاری، بنایی، نقاشی، رنگکاری و مالیات بدن مثل مردم. ولی متاسفانه اینها چون زالو صفتن، مفتخورن و سیاس، و در واقع شما در نظر بگیرید نماینده تهران اومده و میگه که ما روحانیت، حالا چهره روحانی من در اینا نمیبینم، از صحنه خارج نمیشیم. یعنی چی؟ یعنی ما مثل انگل چسبیدیم، تا زمانی که مردم خرافات و موهومات ما رو باور کنن ما هستیم، ما جایی نمیریم. ولی این نسل جوانی که من دارم میبینم در واقع مثل دوران نادرشاه که امامه ها رو میپروندند و عباها رو میسوزوندن، همین اتفاق سرش مخواهد اومد. تشکر میکنم و حتما گفتگو رو دنبال میکنیم. زن زندگی آزادی. سپاسگزار. رضا جان.